آره. چه قشر مظلوم یعنی محیط مانا جدیم. آره. من چون میدونی دایی خودم خود جز مهیدمانه های قدیمیه، گفته بودم. راست بگی؟ خشابخان دیگه. آها خشابخان. خشابخان اون محیط زیستی های قدیمی همه. بله 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 یادم اومد. رام بود این قشر اصلا عجیب محرومیت کشیده. توی قشم؟ میگم این قشره. آها. این قشر عجیب. عجیب محرومیت. فکر کردم دایی تو قشم مهیدمان بوده. نه دایی خود جنوب قشم مهیدمان داره؟ قشم چشه که مهیدمانه داشته بود؟ سوال کردم. خود نباید کم فکر کنی قبل سوال. قشم هم مهیدمان دار؟ سوال بی ربطی بود؟ خب قشم نبا هم، قشم خب اصل محیطه. نبا هم مهیدمان داشته باشه؟ خب همه جای ایران اصل محیطه. سوره. رامبود. ها. مو خیلی درد دل دارم و دغدغه دارم راجع به این جریان. بذار بگم تو گلومونه رامبون. خوش کارچی های غیر مجاز باید دستشون باز باشه. هر جور اسلحه‌ای میخوان داشته باشن. هر وقت میخوان شلیک کنن. بزنن، ببرن، تاراج کنن، حیوان بکشن. و این بنده خدا چطور اولا تعدادشون خو خیلی کمه. خیلی کمه. بعدش هم اسلحه بهشون دادیم. مجوز نداشته باشن با شکارچی غیر مجاز برخورد کنن. صورت این شد قانون؟ ما نمیفهمم. کی جوابگوه واقعا؟ شکارچیان غیر مجاز بلای جان محیط زیستن. بفهمین خواهش میکنم. یه جوری درست کنین این قانونه. هی دونه دونم خو اینا این گل پر پر میشن. چند وقت پیش بود؟ دوتاشون شهید شدن. بله همیشه بود. جیگرون خون شد وجدانم. واقعا. خلاص. من دیگه هرچی داشتم. دمت کرد. ببخشید. دمت کرد. اوکا بچه کجا مازندرانی؟ ساری. ساروی هستی؟ قربون رام بود. ما اکبر همشی افامیلامون بشه بشهره. خدا رحمتش کن. اکبر همشی. یعنی اکبر شوهر عمه. اکبر همشی. یه چی خیلی قشنگی بره ما میخون راجب زاغ مرز. میگو زاغ مرزی کی جان ناپم بزار نشون به خاطر یار نشون به خاطر یار نشون به زاغ مرزی کی جان ناپم بزار. ای خدا رحمت دست بلند بره. خدا رحمتش کنه روح شاد بشه. سلامت باش رامبود جون. رامبود بله. حالا که مهیدمان دعوت کردیم مو چند تا کار راجع به حیوان ها و طبیعت ارائه بدم. رامبود چجوری؟ رامبود مو دارم رو خودم کار میکنم. شمع محافل باشم، نقل جمع باشم. یه مدتی دارم یه درسته که اصلا چرا به این فکر افتادی؟ دونم دارم کلاس میروم مثلا تو مهمونی ها بتونم جمع دست بگیرم. مجلس گرم کن شدی؟ ها کلاس دارم میروم، ثبت نام کردم چگونه در 10 جلسه نقل محافل باشیم. ثبت نام کردم 2,500,000 تومان پول دادم. دیوانه شدی تو که خودت واقعا اینجوری هستی؟ تو این صفحه بود چگونه در 10 جلسه نقل محافل ثبت نام کردم پول دادم. نفهمم عزیزم الان چرا اونجا رو اینا رو اینجوری نگاه میکنی؟ کجا؟ نه میخوام نفهمن چون میخوام نقل. گفتم چند تا کار معما و گپ و مطایبه و طنز و کمدی. عزیزم جان دماغت رفت تو دهنم. زنده رام بود گوشت مو در آورده انگار. نه بذار بکنم برام. نه بذار یه دونه بکنم. نه کنده نشد. ببین میگم که تو رام بود ریشه چسبیده به دستم فوت کو بره. من میگم که تو خودت که واقعا نقل مجلسی. مگه اینجوری نیست؟ یه چیزا آماده کردم. دیگه از جناب خان نقل مجلس تر مگه داری؟ رامبود بگم چیزایی که آماده کردم بزن در مورد ایونا و اینا معما جو که آماده کردم بگم. خواهش میکنم بفرمایید. رامبود بله. رامبود 5 تا فیل چطور توی ماشین جا میشن؟ دست اول دو تا جلو میشینن 3 تا عقب. بلد بودی؟ دومیش رامبود یه فیل تو چند مرحله میزنن توی یخچال؟ صورت یه فیل تو چند مرحله میزنن توی یخچال؟ در یخچال باز میکنم میزننش تو در میبندن. یه فیل همین فیل دهتا فیل مرحله جهچه اصلا سواسه دی که مثلا فیل گندن با اینکه فیل گندن و تو 3 مرحله رامبود یه زرافه تو چند مرحله میزنن توی یخچال؟ رامبود نمیدونم.
تو چهار محله در یخچال وام کنیم، فیل در میاری زرافه میذاری تو دیگه چهار چون قبلش فیل گذاشته بود یخچال. فهمیدم. رامبود بله رامبود، اگه یه فیل بره بالای درخت چی میشه؟ درخت میشکنه؟ نه نه نه، یه فیل افیل های رو زمین کم میشه رامبود. رامبود بله. رامبود اگه یه دوتا فیل برن رو بالای درخت چی میشه رامبود؟ دوتا فیل از رو زمین کم میشه؟ نه نه، یه فیل به فیل های تو آسمون اضافه. رامبود اگه سه تا فیل برن رو درخت چی میشه رامبود؟ سه تا فیل به فیل های آسمون اضافه میشه؟ نه، درخت میشکنه. رامبود به چه قورباغه و لک لک چی در میاد؟ به چه قورباغه لک لک چی در میاد رامبود؟ نمیدونم. قلک. یعنی ایچون پاواش قورباغه بوده، ننش لک لک بوده، قلشو از اون میگیره، لکش از این گیره، قلک. رامبود به چه شیر و پلنگ اگه گفتی چی در میاد؟ به چه شیر و پلنگ؟ شیو پالنگ اون بود شلنگ تو شیلنگش یاد این اپو. آفرین که انقدر موضوع داری برای اینکه محیط‌بانی عزیز میشه. بله رامول، اگه دو تا هزار پا هم دیگه بغل کنن چی میشن؟ دو تا هزار پا اگه مثلا هم تو بغل هم دیگه بغل کنن نمیدونم. زیپ راست میگه، یکی و هزار پا دارن، اون هم اول هزار پا. اینا میگن چیزا پاهاشون میره تو هم. آفرین. زیپ در میان رامبود. بله. یه روز شیر سلطان جنگل همه حیوانا رو به اونجا به سلطنتش فرا میخونه، میگه همه جمع شن. خب موش میاد، گرگ میاد، ببره میان همه میان، زرافه نمیاد. اگه گفتی چرا رامبود؟ بگو به همون. چون تو یخچال بوده. او اولش گفتم که زرافه چه تو یخچال. عجب طراحی کردی. صورت دیوونتون کردم. دیوونمون کردی. حلالش باشه. کل 2,500,000 تومانی که دادم به کلاس حلالش باشه. اینا رو یاد گرفتی اونجا؟ بله. دکتر زرافه زاده است. 2,500,000 تومان رفتی پول دادی این جوکار یاد گرفتی؟ دو سه تا چیز دیگه هم بوده اونا. خیلی قشنگه ولی آخه تو خیلی بامزه تر از این جوکایی. ها دیگه ها. یه سری من نگاه کن، یه سری جوک یادت بلد بودی؟ بله رامبو. اوایل این فصل تعریف کردی. بله کارا رامبو. میدونی ژاپنی ها به گوساله چی میگن؟ اینم آخر ژاپنیا به گوساله؟ بله. بگو. نینیگاوا. او چون مثلا این گوساله بوده، مثلا گفتن مثلا تو چراغ قرمز اگه پشت چراغ قرمز مثلا بوق بزنه میگه هو نینیگاوا. به جای هوی گوساله. بعد دعواشون میشه. نباید کسی حرف بزنه. گفتم چند تا جوک محیط‌بانی آماده. خیلی کار قشنگ کردی. بگو یه سری جوک دیگه هم بلد بودی. خواهش می‌کنم یاد میاد؟ نه خواهش. الان که اونا قدیمی. یه دونه از اونا. نه دیگه قدیمی شدن اون با. دیگه نه. یه دونه از تو. ممکن نشده باشه. نه نه. خیلی بامزه. نه صورت میگم نه دیگه. خیلی خوب فهمیدم عزیزم دیگه باشه. باشه. زشته. بچه‌ها دارن نگاه می‌کنن. سلامت باشی.